در وزن تا 52 کیلوگرم بر مقابل حریفش از پولشه هنر نمایی میکنند. تالنتا الکساندرا سفید پوش است از پولشه. اهلیا مومینوا با جدوگی کبود تاجیکستان را نمایندگی میکند. پهلوانی 21 ساله تاجیکستانی. خب اولین رسیش را البته ببینیم که سرعتی بلند دارد. اهلیا مومینوا موقعیت میجوید، در حال برای اجرای اصول کمری توجه کرد. پهلوان بانوی ما 56 بر 44 از تخمین ها در این پیروزی بر جانب کالیتا الکساندراس. و ما از فشاری او بود که در حال امتیازی وزاری را میگیرد، اما داور اشاره میکند که از قرار برآورده خود کمی شبهه دارد. اینجا کمی آسیب دید اهلیا مومینوا، اما اشاره میکند که خوب است. انا همین حالت وزاری هست، البته 170 رقابت سطح جهانی انجام داده است، 84 پیروزی دارد بانوی پولشه. به هر دو اکنون شیدا میدهد، به خاطر کم گوشتید خوب نگرفتن عمان حرکت های خوب نشان ندادن. اکنون اهلیا مومینوا باید کوشش کند که امتیازی از دست رفته رو هرچی خوبتر هرچی تیزتر جبران کند، اما بانوی پولشه هم خیلی فعال است. کالیتا الکساندرا 26 ساله است از پولشا و تجربه خیلی خوب هم دارد در مسابقات با نفوذ. در قهرمانی جهان نشانی برینجی را میان جوانان سال 2018 به دست آورده بود. فشار او اکنون از روی گلی مردو بیرون بشوند. در مسابقه گرند سلام یک نشانی برینجی هم دارد. و اکنون شیدای دویم با اهلیا مومینوا. البته تجربه حریف خیلی زیاد است، اما اهلیا هم کوشش میکند که اینجا یک رقابتی خوب نشان دهد. فشار تا با آخر، اما متاسفانه چی است اینجا؟ خوشبختانه داور بهو گذاری نکرد این پرتاف رو. اکثر وقت مشاهده میکنیم داوران به جای آن که رقابت رو توجه کنند بیشتر به سمت دیگر نظر میکنند تا از آنجا قرار روی نهایی رو هیئت مشاوره با آنها گوید. پس به مهارت کسبی خود باید باوری بیشتر داشته باشند. در اکثر حالت همین گونه است، تنها چشمانشان به آن طرف است. خب خوشبختانه اینجا وزاری نیست و رقابت هم ادامه میکند. وقت خیلی زیاد است برای تغییر دادن نتیجه، اما تا کجا برای اهلیا مومینوا میسر میشود که نتیجه را دیگرگون کند. با دو وزر متاسفانه اینجا بانوی پولشه کالیتا الکساندرا دست بالا میگردد و اهلیا مومینوا باشد از این نرهله شکست میخورد. و اکنون برای اهلیا مومینوا و دوستان عزیز رقابتی که اکنون انتظارش بودیم، نصیبه کارلیکوا نماینده تاجیکستان با نماینده شویتساریا بینتا ندینای و در حالتی اوساو که قرار میگیرد نماینده تاجیکستان و متاسفانه در فرصت خیلی کوتاه کارلیکوا نصیبه از ادامه رقابت های گرند سلام انتالیا به نصیب میموند.
در حالت خیلی نوگوار قرار گرفت نصیبه و اوسای کومی از جنوبی نماینده قدم های خود را در مسابقات مناسب میگذارد. خب اقداد گلوف با جداگی سفید تاجیکستان را نمایندگی میکند. بایان باجاو تساک اوچیر از مغولستان کبود پوش است و میبینیم اکنون که تا کجا اقداد گلوف میتواند بر مقابل این حریفش ایستادگری کند یا اومن نتایج ارزنده را به قید بگیرد. در دقیقه های اول سرعت نیروسنجی خیلی بلند است. Next contest on tatami 4, first round, women under 48 kilo. خب پهلوانی 25 ساله تاجیک چون گفتیم اکنون با ایستگی قدم های خود را در مسابقات با نفوذ میگذارد. در گرند سلم تبلیسی همگی چند روز پیش حقداد گولوف ماس از دست همین رقیبش در دور دویم شکست خورده بود و شیدو میگیرد اینجا بیان بجاو. اکنون اقداد گلوف فرصتی خوب هم دارد که بر مقابل این حریفش اما قصد ناکامی تیبلیسی را بگیرد ولی فشارهای بیان بجان هم بیشتر است. پهلوان مغولستانی در اولین نیروسنجیش در تیبلیسی هم بر مقابل همین حریف هنر نمایی کرد و امروز هم اولین رسیش ها اولین رقابت حقداد گلوف بر مقابل حریفش از مغولستان است. خوب کمفاولی پهلوان ما را اینجا مشاهده کرد داور Orlando Cruz. In white judo game, representing Chile, Mari Vargas. فشاری پهلوانی ما اکنون در زمین ادامه میکند. نه رقابت رو باز میدارد داور. اقداد گلوف البته نتیجه مسابقات سطح با نفوذ رو تا کنون ندارد. اما باعثی چمپیونی تاجیکستان در سال گذشته با مسابقه های بین المللی سفر برگردیده ایستاده است. بیان باجاو تساک اوچیر 23 ساله است. پهلوان مغولستانی ارچن هنری خیلی زیاد دارد در مسابقه های مختلف ولی حقداد گلوف هم تلاش میکند که اکنون باری دویم پای هم از دست این رقیب از شکست نخورد. بیشاری بیان بیاد بیان بجاو بود و کم فاولی اقداد گلوف در همین حالت مشاهده شد. باری دویم داور با او شیدو میدید. خب دو نشانی برینجی فصلی گرانسلام ها رو بعد از آورده سال 2022 در تلاوی و در باکو پهلوان مغولستانی. دیگر باید هرچی فعالتر و خوبتر گردد اقداد گلوف چون که او دوشیدو دارد. کم فعالی یا اشتباه برآمدن از روی گلیم برای او خطر دارد. همین حرکت اخیری پهلوانی ما خوب بود اما بدونی
Imtios. Ба Фотеҳ Маҳмадбеков ишора мекунад довар ки ба рафти рақобат халал нарасонад. Ва ҳаракати паҳлавони муғулистонӣ инҷо наздик буд ки вазари биёрад барои ӯ. Хушбахтона ин ҳолат ҳам имтиёзовар нагардид. Фишори баян ба ҷав وزاری بود، بله همون حالت بود تاسفانه در ثانیه های آخر دیگر برای حقداد گلوف فرصت نیست و همین طور باری دویان پای هم حقداد گلوف از پهلوان مغولستانی شکست میخورد. بیان بجاو تساک آچیر این نوبت هم پیروز گردید و روی خود رو به دور دویان میبرد و حقداد گلوف باشد از ادامه رقابت ها به نصیب موند. توجه میکنیم با نبرد دیگری پهلوانان تاجیکستان. مرزاد صوفیوف در وزن تا 60 کیلوگرم و کنون بر مقابل میزبان این مسابقه ارهان ابرهان با روی گلیم بر اومدن و کنون توجه میکنیم که مرزاد صوفیوف تا کدام اندازه بر مقابل حریفش هنرنمایی میکند. البته تخمین های پیروزی در اینجا بر جانبی پهلوانی ما است، 75%. البته اینجا در تابلو برای ما و شما نشان داده شد که مرزاد صوفیوف اینجا میتواند که موفق شود، اما این را خوب رقابت پهلوانی ما نشان میدهد که تا کجا آمادگیش برای گرانسلامی آنتالیا خوب بود. ما از حرکت صوفیوف ولی کرهان هم در حال با هجوم میگذشت. مرزاد صوفیوف البته دو سال اخیر در مسابقات سطح بانفوز هم مخصوصا گرند اسلم ها هم شرکت کرده ایستاده است پیوسته. با اصول همون خودانداز یا پوشناکی اینجا میخواست پرتاف کند پهلوانی ترک، ولی این حالت برایش چندان موافق نبود. مرزاد صوفیوف پهلوانی 24 ساله تاجیکستان، البته هنرنمای خوبی او در گرانپری دوشنبه بود که بالاخره به نشان برنجی رسید، اما در فصل گرند اسلم ها باری دهم است که شرکت میکنند، ولی تا کنون با گرفتن نتیجه ارزنده دست نیافته است. جمع از حرکات صوفیوف تا با آخر ادامه داد همین حالت رو، اما نتیجه آور نشد. پهلوانی ترک 22 ساله در تلوال توجه میکنیم با همین چرایان از گریبون مستحکم داشته است صوفیوف و فشاری او تا با آخر باید ادامه میکرد. همین حالت بسیار هم موقعیتی خوب بود برای صوفیوف، ولی همون پایزنی که داشت کمی سرعتش پس بود. تلاشی بیشتری پهلوانی ما اکنون در زمین میخواهد ادامه کند، ولی نه. تلاش‌ها از جانب هر دو پهلوان تا کنون خیلی سرعت بلند دارد و مرزاد صوفیوف البته اگر از نگاه حرکت ها گیریم پهلوان ما البته از حریف برتری هم دارد تا همین
لازهوب هایواسا کوشش میکند و اومان اگر همین رقابت را توجه کنیم شانسی خوب است برای سوفیوف. خوب شیدو برای گوشتین نگرفتن به هر دو میدید دوار موقعیت خیلی خوب است برای سوفیوف از گریبان داشته بود ولی در حال با همون اصول خود انداز یا پوشناکی میخواست پرتاف کند کراهان اکنون باره دویوم شیدو میگیرد بخوتین حکومتی که حمله از جانبی سوفیو بود ولی خود را کنار گیری فالاونی ترک یواجوهی میزبانی مسابقه برای حالت های پرتری نه این حالت را هم برطرف میشود محمد مراد عبدالرحمنوف صدا میکند برای سوفیوف در نزدیک گلیم نشسته است کور با گلدنسکو میرود اکنون امتیاز تیلوی مالکی میشود سوفیوف 7 مراتبه با گلدنسکو رفت 3 پیروزی دارد و حریف 1 مراتبه پیروزی دارد از 4 دفعه که با گلدنسکو رفته بود اکنون بسیار لحظه های حساس اما یک برتری پهلوان مدت چی است که او یک شیدو دارد هر یک اشتباه یا کم فعالی می تواند که حریف را شیدوی سیوم تهدید کند سر اول اینجا حرکت سوفیوف بود ولی زیدی حمله را در ثانیه های آخر می خواست استفاده برد کراهان اما موفق نشد اکنون اینجا فقط یک پرتاف لازم است یک پرتافتی امتیاز آور نوبسته از آنه که شیدو است مذارت نوبسته از آنه که وزری است یا ایپان حقیقت خوب است برای پهلوانی ما میتواند اینجا حمله را ادامه دید خوب حق داد گلو فلکه از ادامه رقابت ها محروم شد اهلی مومینو هم تسلیم گردید از ادامه رقابت ها محروم شد خوب آبی جیب مرحله دیگر گذشت اکنون نوبت با مرزاد سوفیوف است که هنرش را با توری شایسته نشان دید و با دوری دویوم گذارد تلاشوی سوفیوف در زمین این دوبت هم به نتیجه دوار رقابت رو باز می دارد برای شروع کردن از مرکز نتیجه بهتری پهلوان ترک دو نشان طلای جام اروپا سال 2018 و سال 2021 می باشد این حالت چگونه خطرناک بود دو دقیقه هم سپری شد از گلدنسکو تا کنون غالب معین نگردید است همچنان فشارها حرکتها از جانبی هر دو پهلوان به نظر میرسد ولی نتیجه نهایی اینجا لازم است امتیازی تیلایی البته برای پهلوانانی که در گلدنسکو در مرحله اول طولانی هنرنمایی میکنند در دوره دویم کمی البته که خستگی آنها را البته فرا میگیرد
به همین خاطر مرزاد صوفیوف هرچی بیشتر باید کوشش کند که درو دراز هنرنمایی نکند، حریف را تسلیم نماید. اما این میدان است، ما همین طور شیشته میگویم، ولی در میدان هنرنمایی کردن کاری سهل و ساده نیست. فشار می آورد مرزاد صوفیوف. و حریف را اگر با تخته پوش بگردان فرصتی خوب برای پهلوان ما با میون می اومد. حلقه 7 دقیقه 8 دقیقه در مجموع سپری شده ایستاده است. گونه شد این رقابت. اما این فشار بود از جنوبی مرزاد صوفیوف. همین گونه فشارها را بیشتر کند پهلوان ما، امکان شیدای سیم گرفتن کارهان هم هست. هر دو از آستین داشتن، اکنون توجه مرزاد به داشتن گریبان. شیدای سیم شاید اکنون کرهان را تهدید کند، چون فعالی پهلوان ما بیشتر است. و همین طور هم شد، بالاخره تلاش‌های بیشتری صوفیوف نتیجه داد و همین طور پهلوان ما روی خود را به مرحله دویم هنوار کرد که با پهلوان فرانسوی در دور دویم ریوالسی ادریک هنرنمایی خواهد کرد. نماینده تاجیکستان مرزاد صوفیوف که در مرحله اول و دوم رقیبان خود رو سرفکنده کرده بود و اینک با نماینده فرانسه سدریک ریوال رقابت میکند. علاکه تا انجام رقابت 3 دقیقه دیگر باقی مونده است و برای صوفیوف وقت هست که حریف خود رو با همون نروی توان و استعداده که دارد از روی خود بیرون سوزد. هر دو کوشش میکنند، هر دو تا این جانب یکان اشتباه برای نقض قاعده های پیشتین راه ندادند، ولی کوشش ریول نسبتی صوفیوف زیادتر است، باید این بینابد گرفته شود. و انا این علاقه شیدای اول برای مهرزاد آورد. مهرزاد باید به این راه ندید، در حال مثلی حریف خود به حمله گذارد و ببینید که چگونه کوشش میکند سدریک ریول. ولی صوفیوف جوابان فقط در حالت پارتر میخواد با او کار کند و محمد مراد عبدالرحمنوف هم مشورت میدید به صوفیوف که اندکه فعالتر باشد، از دیگر زاویه کار بگیرد و پشی چولوکی سدریک ریول خود را گم نکند و اولین کوشش او با اجرای اصول که به نتیجه انجام یافت.
مرزوت سوفیه در اولین رقابت خود امیرخان کراهان رو شکست داده بود. ولی حریف او سدریک ریول در رقابت اول آزاد بود. و کوشش دیگر برای مرزاد سوفیف در مقابل حریف فرانسویش که قریب بود و پالو خوب رواده. اکنون ببینید که چست و چالاکی و مهارتی مرزاد سوفیف در نهایت حریف را مجبور کرد که یک شیدوی دیگر بگیرد. و اکنون مرزاد سوفیف به اجرای اصول میگذارد و در پارتر هر دو برای به دست آوردن امتیاز و یا لد دادن یک دیگر کوشش میکنند. ولی کوشش به نتیجه که داور به اشاره مته یعنی که انجام کوشش اشاره میکنند. مرزاد سوفیف مثل که کوششی نماینده فرانسه و باید بگویم دوستان عزیز که حریفی مرزاد سوفیف سدریک ریول البته که تجربه بزرگی اشتراک در مسابقه های گراند سلام رو دارد و همچنین از این مسابقه یک مدال طلا، یک دو مدال نقره و چهار مدال برنزی هم به دست آورده است. ولی مرزاد سوفیف در صحنه های بزرگی جدا تجربه اندک کمتر دارد، همگی 19 مرتبه در مسابقه های سطحی اشتراک کرده است، یک مرتبه در گرانپری دو مرتبه اشتراک کرده بود و یک مدالی برنزی به دست آورده است. دیگر در گراند سلام ها که 10 مرتبه اشتراک کرده است یگان جایزه به دست نآورده است و امروز مقابل یکی از پرتجربه ترین جودوکاران در عرصه گراند سلام هنرنمایی خیلی عالی میکند. و کوششی حریف بر مقابل سوفیف ولی به نتیجه در حرکت کردن در رقابت راستو پیش از دومون یک دیگر رو گرفتن. البته که حریف سوفیف سدریک ریول خیلی چست و چالاک به نظر میرسد، خیلی فعالتر است و همین هم رقابت های دوری یعنی که وقتی تیلویی نتوانست که تقدیر رقابت رو حل کند و کار تا وقتی تیلویی یا خود گولدن سکور رفت. اکنون در اینجا سوفیف می باید اندکه حمله های خود رو زیادتر کنند نسبت حریف. ببینید که در اینجا از حمله حریف استفاده برده می خواست، جوابان از داخل پای سدریک او رو با پشت خواباند ولی اجرای اصول خوب اجرا نشد.
امکانیت هست. امکانیت برای هر دو هست. علاقه 32 ثانیه وقتی تیلوی سپری می شود و مثل که اندک خستگی ششوی بزرگ سوکیف با چشم رسد. اما سدریک ریول چوست چولوکی و کوششوی خود رو در مقابل سوکیف ادامه می دید و سوکیف هم جوابان به حمله های ریول کوشش اجرای اصول میکنند ولی به نتیجه است. سال 2023 ماه اکتبر چند پیش سدریک ریول در مسابقه ابو دابی گراند سلام مدال طلا و دست آورد. و در همین سال که در سال 2023 در قزاقستان هم در گراند سلام و دوستان عزیز پرتافتی خیلی خوب از جانبی مرزاد صوفیف که داور اشاره وزاری میکند و قریب بود در حالتی اسیاکو میتواند که این رقابت رو و غالبی این رقابتی سخت و سنگین که واقعا برای صوفیف سدریک ریول رقیبی سوس نبود بلکه یکی از تجربه دارترین جودوکاران جهانی هم به حساب می‌رود. مرزاد صوفیف راه یافی راه غالبیت را پیدا کرد و با یک پرتافت وزاری در وقت گلدن سکور راه خود را در مسابقه انتالیا گراند سلام 2024 ادامه می‌دهد. اکنون دوستان عزیز توجه میکنیم به رقابت پهلوان خوشنامی تاجیک مهرزاد صوفیف و در این مرحله در رقابت سیومش مهرزاد صوفیف با ورزشگر کشور هلند امیل جارینگ رقابت میکند و توجه میکنیم که در این نروسنجی صوفیف چگونه هنرنمایی نشان میدهد. در سبقت های قبلی صوفیف خوب درخشش کرد و توانست که یکی از ورزشگران پرتجربه فرانسوی رو هم از صدی راه دور نماید. هر دو هم اینجا در حالت راستو قرار گرفتند و میخوان که از آنمون امکانیت های کوچکترین هم استفاده کرده اصول را انجام بدهند و اینجا مهرزاد تلاش میکند و دوار هم به خاطر کمکاری با ورزشگر هلند شیدای اول را نشان می‌دهد. جارینگ امیل ورزشگر هلند الکای شیدای اولین را در این نروسنجی از جانب دوار گویم که نشان داده شد با او و اینجا صوفیف در حالت در زمین کوشش کرده است و اینجا یک امکانیت را میخواهد صوفیف در حالت یاسای کمی
حریف رو نگاه داشتن، میخواهد اینجا حالت خوبی رو به میان آورد و کوشش هایش هم زیاد است در زمین و فکر میکنم که با چنین شکل اگر هنرنمایی کند میتواند مهرزاد غلبه را مال خود نماید و اینجا در حالتی که پای رو از میان پای رقیب برآورد میتواند، ولی اینجا داور نمیگذارد که تا با آخر کوشش هایش رو مهرزاد انجام دهد. همین طور به خاطر نادرست داشتن با صفیف هم شیدای اول را داور نشان داد و اینجا سبقت ادامه می‌یابد. دقیقه سیومی رقابت میانی صفیف با جرینگ پشتی سر شده ایستاده است و همانو سبقت میانی هر دوی این ورزشگران به نتیجه، یعنی با یک شیدایی و اینجا افسوس به خاطر با سر دفاع کردن با مهرزاد صفیف خانس کمکی نشان میدهد داور و صد افسوس که او در این قوه آزمایی مواجه شکست گردید.